با بهترین درودها محضر شما هممیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان خاصه هممیهنان عزیز در مام میهن ایران زمین برنامه های خبری تحلیلی امشب پنجشنبه رو میگوشاییم و دنبال میکنیم با برگ تازه ای از دفتر شانگاهی صفحه یک که به روال معمول همه شبها در طول هفته پنج شب مهمان خانه های شماست در مطبوعات پرشمارگان و اصلی منتشره ای ایران چند موضوع بیش از سایر مطالب و موضوعات برجسته تر به چشم میخورد واکنش ها به سرنوشت سهم کسبه پلاسکو با تازه ترین گزارش منتشر در مجلس کماکان تحلیل ها و تفسیر ها حول در گذشته ابراهیمی یزدی یکی از پیشگامان انقلاب اسلامی و انتقاد ها از جفا و اجحاف در حق این یار دیرین خمینی با اعلام موضع سریح متحری و حمله کیهان به ایشان انعکاس دیدار دو فرمانده ارشد نظامی با یکدیگر یعنی آقایان جعفری فرمانده سپاه پاسداران و همینطور فرمانده ارتش جمهوری اسلامی فعل و انفعالات در بازار بانکی و بهره در ایران در عرصه منطقه‌ای بازگشت آقای بارزانی بر صدر رسانه ها با اعلام موضع این رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی و در عرصه ای تشدید و شتاب بحران شبه جزیره کره با اقدامات خودسرانه کره شمالی همراه با مشکبازی های خودکامه جوان Dramatic rescues taking place across southeast Texas as the deadly aftermath of Harvey continues to cause widespread devastation. The military, part of that rescue effort, airlifting families to safety above floodwaters. اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب هم شنبه نهم شهری بر ماه ایرانی برابر با سی ماه اوت 2017 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی با هم مرور میکنیم در آغاز بازخانی مطالب به موضوعی نسبتاً کهنه میپردازیم که زخمی تازه بر افکار عمومی ایران ایجاد کرده است ماجرای پلاسکو دوباره بر صدر ستونهای تحلیلی رسانه باز آمده بود خاصف افشایگری یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه پس از این همه مدت بعضی از کسبه پلاسکو در خیابانهای ترکیه دست فروشی می کنند با بیشتری یافت آرمان در گزارش اصلی خود با همین عنوان یعنی کاسبان پلاسکو در ترکیه دست فروش شدن به قرائت گزارش جدید مجلس اشاره کرد که پس از نه ماه در پی مقصرین حادثه هستند اما روزنامه شهروند سعی کرد که مقصرین حادثه رو بشناسند و در گزارشی به عنوان هفت مقصر یک ویرانی نوشته بود که هفت ماه پس از حادثه پلاسکو کمیسیون عمران مجلس گزارش خود را درباره دلایل آن منتشر کرد که بر اساس آن مالک و مدیر ساختمان اتاق اسناف و افراد سنفی شهرداری و شورای شهر تهران استانداری و فرمانداری تهران وزارت کار سازمان برنامه و بودجه و همینطور سازمان مدیریت بحران کشور در این واقعه مقصرند گویا به نحوی از آنها به همه این نهادها سهم دادند که معترض و متعرض هم نشوند به سویه البته روزنامه شهروند در ادامه نوشته بود که بخش مقفول مانده ی گزارش دیروز مجلس آن هم هفت ماه بعد از ریزش ساختمان 17 طبقه پلاسکو و نابودی نزدیک به 600 واحد تجاری لزوم توجه به خانواده جانباختگان این حادثه و همچنین وضع کسبه این ساختمان است موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش به آن اشاره کردند و حتی گفتند که برخی از کسبه ساختمان پلاسکو حالا در ترکیه به دست فروشی روی آوردهاند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست ادامه میدهم به دیگر مطالب منتخب تکریم ابراهیم یزدی توسط برخی از گروه سیاسی سی همینطور اظهار موضع سریح علیه متعریم مبنی بر اینکه نسبت به نهزت آزادی و شخص یزدی و صحابی ها جفا صورت گرفت این موضوع نامه ایشان و سپس پاسخ کیهان باستاب گسترده ای یافت و بعضا منجر به بروز تنش های نوشتاری میان برخی از مخالفین و موافقین این جریان شد از جمله روزنامه کیهان که در ستیز محض با هر گونه دگراندیشی است به علی متحری نائب رئیس مجلس ایران واکنش نسبتا تندی نشان داد و در برخی از سطور ایشان و عملکرد ایشان رو به زیر سوال میکشان کیهان در ستون اخبار ویژه امروز نوشته بود که علی متحری مدعی جفا و بدرفتاری با رئیس به تعبیر این روزنامه یعنی روزنامه کیهان گروهک نهزت آزادی شد علی متحری بعد از درگذشت ابراهیم یزدی نوشته بود که واقعیت این است که ما با دکتر ابراهیم یزدی و هم فکرانش مانند مهندس صحابی رفتار خوبی نداشتیم یک گروه اصیل سابقهدار دار اسلامی به نام نهزت آزادی ایران را به صورت یک گروه معاند معرفی کردیم و آنها رو از آزادی بیان و بسیاری از حقوق اجتماعی محروم کردیم به این بهانه که اینها در بعضی از مسائل نظر دیگری غیر از نظر رسمی نظام جمهوری اسلامی دارند مثلا اینها معتقد بودند که تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب جدی به کشور و انقلاب زد و زمینه حمله عراق به ایران را فراهم کرد روزنامه کیهان با اشاره به این گزاره ها و گزینه های مطرح از سوی آقای متحری با مقالت آمیز خواندن نظرات متحری نوشت که با منطق معوج او اصلا نباید انقلاب میکردیم چون همین کار نیز به دشمنی آمریکا افزود کیهان بار دیگر و حتی در این نوشتار کلامی بی ارتباط به برجام باز در سطور پایانی سنگی و ریگی به برجام زد و نوشت که متحری باید توضیح دهد ده که چرا با وجود تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس توسط امثال وی و گفتن اینکه 20 دقیقه برای تصویب زیاد بود دشمنی های آمریکا کم نشد بلکه شدت هم گرفت که با این نوشتار سعی داشت بینش یا به تعبیر خود کیهان نشینان بصیرت سیاسی آقای متحری رو به چالش بکشاند و ایشان رو لایق و صالح نبیند برای اظهار نظر در باب نهزت آزادی اما در این میان روزنامه اعتماد موضعی نزدیک به متحری گرفت و به قلم عباس عبدی که خود ایشان هم یکی از انقلابیون تنروی آن هنگام بود که خب بعدها مشه میان روتر انتخاب کرد در رسای یزدی نوشت و رنج رفته که بر یاران اولیه انقلاب اسلامی رفت به این موضوع سخن اشاره کرد و سخن گفت آقای عبدی در روزنامه اعتماد نوشته بود که در تعریف و تمجید برخی از اقشار و گروه ها گفته می شود که آنان به گونه ای هستند که اگر گوشت یکدیگر را بخورند استخوان یکدیگر را دور نمی اندازن. به ضرورت پایبندی به آموزهای اخلاق در گروه های دینی و محفلی اشاره داشت با این عبارت این قاعده برای بیشتر گروهها و اصناف صدق می کند اما در ایران شاید بتوان گفت که گروه سیاستمداران هیچ همیتی در دفاع از خود ندارند و اگر گوشت یک دیگر رو بخورن چه بسا استخوان آن را هم دور می اندازن. با این مقدمه عبدی معتقد بود که یزدی یک سیاستمدار به نسبت کلاسیک بود به زمه وی سیاستمداری بود که میتوانستی با نظرات او موافق یا مخالف باشی ولی در هر حال باید وجود چنین افرادی رو برای بهبود نهاد سیاست در ایران مفید و مؤثر دانست سیاستمداری که میشد با او گفتگو کرد و این کم ویژگی نیست به اعتقاد نویسنده روزنامه اعتماد آقای یزدی بیش از شش دهه فعالیت مستمر در سیاست داشت و این استمرار نشان از دو ویژگی مهم دارد یکی قدرت انتباق پذیری با شرایط به نسبت گوناگون و دیگری واقع گرایی نسبی و پرهیز از هیجانات سیاسی است که بسیاری از سیاستمداران دچار این ویروس ویرانگر می شوند تحلیل ها و تفسیرها حول شخصیت آقای ابراهیم یزدی در حالی است که مراسم تشییع جنازه ای ایشان با حضور پلیس های ضد شورش تقریبا شکل امنیتی به خود گرفت <applause> همان گونه که دیدید تشکیل کنندگان با شعارهایی در دفاع از رهبران جنبش اعتراضی سبز مجددا خواهان رفع حصر محصوران شدند ادامه میدهم اقتصاد بانک و بهره از جمله موضوعاتی بود که برخی از روزنامه ها به طور برجسته تری به این مقوله پرداخته بودند از جمله روزنامه شروع در گزارشی به عنوان کوچ سپرده ها به بازار طلا به تاثیر مثبت و منفی و طبعات طرح کاهش نرخ بهره بانکی و سود پرداخته بود و این جریان رو پیش بینی میکرد همینطور روزنامه وطن امروز نیست تمام نیم صفحه اصلی رو به همین موضوع اختصاص داد و در گزارشی به نقل از بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستوری نیست از تصمیمات متناقض درباره ابلاغیه یه کاهش سود بانکی نوشت و اما روزنامه جهان صنعت در ستون سرمقاله اصلی خود با عنوان گر حکم شود که مست گیرند به بررسی سود و زیان سهامداران در چرخه بانکی کشور پرداخت علی سرزعیم نویسنده جهان صنعت نوشته بود که امروزه دیگر نمیتوان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکلات بزرگی روبرو و این سیستم نه میتواند کارکردهای مهم بخش مالی رو ایفا کند و نه میتواند بدون اتکا به های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد این وضعیت مشابه مشکلی است که در دیگر کشورها هنگام بحران بانکی رخ میدهد و از جهاتی نیازمند راه حل خاص نیست بلکه راه حل های کلاسیک در این مورد نیز کفایت می کند. نویسنده جهان صنعت راه های متعارف رو در یک دسته بندی به دو در واقع دسته به دو قسم تقسیم می کرد در یک دسته معتقد بود که زیان ایجاد شده متوجه زینفعان داخل بانک می شود در شیوه دوم زیان توسط دولت یا بانک مرکزی به نیابت از دولت جذب می آن چیزی که به زمین نویسنده منطقی است آن است که زیان ایجاد شده توسط هر بانک توسط زینفعان داخلی بانک جذب شود یعنی به طور عادی انتظار می رود در وحله اول سهامداران زیان رو بپذیرند و هر کسی به تناسب سهمی که دارد از زیان برخوردار شود اگر زیان بیشتر بود باید متوجه سپرده گذاران عمده و کلان شود خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب در عرصه منطقه‌ای بحران نوظهور جدایی سری کردهای تحت امر بارزانی در عراق و موازه گاه و بیگاه مسعود بارزانی و همینطور احتمال برگزاری همه پرسی استقلال سخت ما توجه و تمرکز برخی از روزنامه های اصلی واقع شد لازم توضیح است که موازه آقای بارزانی موجب آزردگی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه هم شده است علا ایه ها روزنامه ابرار در گزارش اصلی به نقل از بارزانی به انعکاس تازه ترین اظهار موزه ایشان پرداخت که گفته بود اگر رأی مردم به استقلال منفی باشد استعفا می کنم و یا روزنامه رویش ملت در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر آقای بارزانی به نقل از وی مدعی شد که قصد ترور بارزانی توسط داعش وجود داشت که خب گویا حتما خونسا شد که عمل نگردید در این میان روزنامه ای ایران ارگان دولت به قلم احسان هوشمند کارشناس مسائل اقوام در یادداشتی با عنوان کرکوک و آینده مبهم اقلیم به تحلیل این رفراندوم و فعل و انفعالات مرتبط و مترتبه بر این پدیده پرداخته بود نویسنده از جمله اشاره داشت که همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و ای بر اقلیم کردستان عراق برای لغو یا تعویق همه پرسی استقلال اقلیم و ظاهر شدن های مبنی بر موافقت احتمالی و مشروط حکومت اقلیم کردستان عراق برای تعویق انتخابات انتشار خبر پیوستن کرکوک به روند پرسی استقلال اقلیم نشان می‌دهد که رهبران اقلیم برای دریافت امتیازات بیشتر از بغداد و طرف‌های غربی از چند جبهه فعالیت‌های خود را آغاز کردند به استناد این نوشتار کرکوک با سهم حدود چهل درصدی از صادرات نفت از جمله مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق است اعلام پیوستن یکی از مناطق مورد مناقشه در رفراندوم اقلیم کردستان طبعا می تواند بیش از گذشته رهبران سیاسی عراق به ویژه اهل سنت آن کشور را نیز نسبت به شرایط داخلی حساس تر کند به زمین نویسنده روزنامه ایران که در واقع دیدگاه های رسمی دولت رو نیز منعکس می کند افزایش احتمال رقابت و درگیری میان گروه های قومی مستقر در کرکوک از دیگر پیامدهای های مهمی است که می نتایج نگران کننده ی انسانی و اقتصادی در پی داشته باشد که هنوز بحران داعشی ها جمع نشده می که بحران های تازه تری در این سرزمین های بلا زده پدیدار شود لازم به توضیح است که اشاره نمایم که در تازه ترین فعل و انفعالات پیش آمده آقای بارزانی سریحا اعلام کرد که شراکت با بغداد نیز به پایان رسید و عملا در قوقای قدرت و بازی سیاسی تحت عنوان فدرالیزم آن ایده دیرین خود مبنی بر استقلال و جدایی رو مجددا می جوید. بارزنی در دیدار با چهره های دانشگاهی اقلیم در اربیل گفت که به همه مردم و گروه ها این تضمین رو میدهم که همه پرسی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و هیچ گونه عقب نشینی در این مورد وجود ندارد ایشان در این اظهار موضع خود همچنین افزود که تفکر شراکت با بغداد پایان یافته است دولت مرکزی به زمه آقای بارزانی کردها را به عنوان یک شهروند عراقی قبول ندارد و ادامه نظام سیاسی سی به همین شکلی که اکنون هست برای عراق فاجعه بار خواهد بود ایشان گفت که نسبت کردها مثلا در ارتش عراق در مقایسه با سایر قومیت ها به ویژه اعراب کمتر از یک درصد است و این قابل قبول نیست حال که هنوز در حوالی منطقه میانه هستیم به موضوع دیگر اشاره کنیم که آن هم در برخی از منابع خبری و همینطور روزنامه های دست راستی نزدیک به جناح نظامیان و اصولگرایان باستاب داشت ماجراهای محسن حججی جان باخته در جنگ سوری مصوم به مدافع حرم هر روز ابعاد تازه به خود میگیرد در این میان تکریم شخص روحانی از این بسیجی اعزامی به میادین رزم سوریه مورد استقبال بسیاری از روزنامه های مصوم به ارزشی قرار گرفت از جمله آنها روزنامه منتقد دولت به اسم کلید بود که به اظهارات ستایشی روحانی در حق حججی اشاره روحانی با اظهار اینکه فدا شدن در راه حق میراث ابراهیم است در گزارشی به عنوان محسن حججی از تبار اسماعیل به تکریم جایگاه این جان موسوم به دف... مدافع حرم پرداخت اما در سوی دیگر روزنامه جوان در گزارشی تمام تحسینی تکریمی به اظهار ارادت روحانی به جایگاه این بسیجی اشاره داشت و نوشته بود که آن نگاه حججی برای افتخار ما کافی است روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران به تازه ترین وقایع در میدان عملیاتی حزب الله در سوریه و عراق حول جابجایی نیروهای داعش نیز اشاره کرد جوان در این گزارش از حمله جنگنده های اعتلاف به رهبری آمریکا و کاروان داعش که بر اساس توافقی در حال خروج از لبنان بودند نوشته بود و مدعی شد که این توافق میان داعشی ها با سوریه و لبنان می توانست پیکر محسن حججی رو به ایران بازگردانند گزارش روزنامه جوان حاکیست که این توافق پس از حملات گسترده نیروهای یعنی مقاومت علیه داعش در مناطق مرزی لبنان و سوریه به دست آمد و طبق آن قرار بود که حزب الله شرایط خروج حدود 600 شبه نظامی داعش با خانواده هایشان را از قلمون به دیر در شرق سوریه محیا کند و در مقابل داعش یک رزمنده حزب الله و همچنین پیکر چند تن از شهدای مدافع حرم از جمله محسن حججی رو تحویل دهد اما حالا آمریکایی ها با این حمله علنا این توافق را از بین بردن که البته مقامات آمریکایی هم, هم دیده بودم گزارش کردن که به تروریست ها نبایستی امان داد چه رسد به اینکه با اتوبوس اختصاصی بخواهند در بخشای سرزمین شامات جابجا بشوند جا اما در منطقه ای بحران کره شمالی به نحوی به مسائل موجود ایران و آمریکا گره خورد و برخی از کارشناسان مشغول شدن آمریکا به بحران کره شمالی رو در واقع یک نعمت خواندن که فعلا آمریکا با آن مشغول شده و شاید فرصت تنش بیشتر با ایران از جمله لغو برجام رو نیا و در میان فریدون مجلسی در روزنامه شرق در یاد به عنوان بحران کره شمالی زنگ تنفس ایران ستیزی نوشت که بحرانی که در کره شمالی پیش آمده زنگ تنفسی در ایران ستیزی ترامپ و یارانش پدید آورده است به زم نویسنده این وقفه به دنبال آن همه تبلیغ و تهدید و تدارک ترامپ و یارانش نتانیاهو رو نیز نگران کرده و به تکرار سفرهای تبلیغاتی خارجی واداشته تا هم توجه محافل داخلی کشورش را از پرونده اختلاس و رشوهخواری خودش که به آستانه محکومیت رسیده منحرف کند و هم اجازه ندهد که آن همه زحمات ایران حراسان اشبی حاصل بماند نویسنده ی روزنامه خبری تحلیلی شرق با لحنی تمام ستایشی و تحسینی از نقش جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و تغییر معادلات میدانی این روزها که گویا به نفع اسد میچرود اینگونه نتیجه گرفت که آرامش نسبی همراه با کسب تجربه بسیار به سوریه بازگشته و اکنون نتانیاهو با اشاره به نقش حزب الله در شکست داعش در جنگ داخلی سوریه و همچنین نقش فعال ایران در آن کشور و نزد حماس در غزه به ویژه در شرایطی که حماس به طور علنی بازگشت به سوی ایران و تجهیز خود برای آمادگی جنگی رو اعلام کرده با ابراز نگرانی به این شعار توسط جسته است که اجازه نخواهد داد کشورش در محاصره ایران قرار گیرد این در حالی است که در تازه ترین خبرها و نظرها از تنش شبه جزیره کره و آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بحران هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکره قابل حل نیست رئیس جمهور آمریکا در توییتی نوشت آمریکا 25 سال است که در حال گفتگو با کره شمالی و پرداختن باج به این کشور است این اظهارات در حالی از سوی رئیس جمهور آمریکا طرح می شود که ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع کابینه او امروز نیز تاکید کرد که هنوز می توان از دیپلماسی برای حل بحران کره شمالی کمک گرفت این اظهارات از سوی فرمانده کل قوا و همینطور وزیر دفاع آمریکا در حالی طرح می شود که کره شمالی گفت پرتاب موشکی که بامداد سهشنبه با عبور از ژاپن مردم هوکایدو رو به پناهگاه فرستاد گام نخست از عملیات نظامی این کشور در اقیانوس آرام است توییت جدید دونالد ترامپ تنها چند روز پس از سخنان او در شهر فونیکس آریزونا طرح می شود که گفته بود کیم جونگ اون شروع به کرنش در برابر آمریکا کرده است اما ساعتی پس از این سخنان کره شمالی سه موشک کوتاه رو شلیک کرد از جمله موشکی که از آسمان شمال ژاپن عبور کرد و موجب به صدا درآمدن آژیر خطر و ارسال پیامهای هشدار حمله موشکی برای ساکنان جزیره هوکایدو ژاپن شد. در ادامه خبرها و نظرها باز می‌گردم به ایران اظهارات حسن روحانی مبنی بر ممنوعیت امضای طلایی باستابه گسترده داشت همچنین اظهارات روحانی در خصوص اقلیت ها نیز انعکاس وسیع یافت جایی که گفت اگر اقلیت های مذهبی در ایران حقوق برابر با شیعیان ندارند نباید مانند آنان تکلیف نیز داشته باشند و از جمله نباید مالیات به پردازند و به سربازی بروند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اظهاراتی تا حدودی تازه گفت که چطور همه رو در موقع انتخابات پای صندوق دعوت می کنیم ولی منصب مدیریتی با آنها نمی دهیم که عمدتا اشاره داشت به تخصیص ندادن مناسب برای اهل سنت نه الزامن همه اقلیت ها چرا که اقلیت های مثل بهایان در قاموس فرهنگ نظام دینی تهران جایی ندارد ضمن این که این بخش از سخنان روحانی نوعی تابو شکنی هم بوده در حق به تعبیری اقلیت های مذهبی در ایران و در وقت باقی مانده نگاهی می اندازم به یک رویداد حقوق و بشری از دریچه های زندان اوین که حکایت علی رجایی رجعی یکی از فعالان ملی مذهبی ایران و ابتلای ایشان به سرطان صورت و چشم تمام افکار عمومی رو متاثر کرد و تک تصویری از بستری بودنش در بیمارستان بازتاب و بازنشت بیشمار یافت در این میان نزدیکان آقای رجعی روزنامه نگار خبر دادند که, که او پس از عمل جراحی چشم راست و بخش از استخوانهای سمت راست صورتش رو از دست داده است علی رجایی از سال 90 به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی چهار سال رو در زندان گذراند و در همون زندان بود که به بیماری سرطان سینوس مبتلا شد خانواده و نزدیکان آقای رجایی ممانعت از درمان وی در زندان رو عامل پیشروی بیماری و شرایط امروز به میدانند عکس مذکور نیز به دفعات بیشمار از سوی کاربران نگران در تمامی شبکه های اجتماعی از توییتر تا اینستاگرام و فیسبوک به گردش نش در و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود.